در اینه که وقتی جناب سروش قافله رو تنگ میبینند، به هر حال از مولوی و از حافظ میگن و از قرآن نمیان و مثال بیارن. و اگر جدن فردی باشه، روشنگر باشه، روشن فکر باشه، در وهله اول سعی بر نقد متون داره، آنچه که به هر حال چه از نظر سیرت نبی گفته شده، از نظر قرآن مجید آمده و گفته شده و حدیث هایی که ما در مقایسه از نظر پژوهش های تطبیقی شیعه میلیون ها برای خودش حدیث آمده و تدوین کرده. از طرف دیگه ما میبینیم که ما امت القرا و سعی بر این داره که همچین تزی رو به پیش ببرن که بیان و 8 تا 15% جامعه اسلامی که به هر حال شیعه هست سعی بر سیطره و مستولی شدن بر تمام عالم اسلامی داره. از این از یک طرف ما صدور انقلاب را داریم و شیعه گری به قول احمد کسروی به جایی که به هر حال تبدیل شده به یک تروریسم و پشتیبانی از ترور بین المللی، از حوثی ها گرفته، حزب الله گرفته، جهاد اسلامی گرفته، حماس گرفته، 8 شبی از یک طرف گرفته، بشار اسد که 700,000 نفر رو در حال حاضر به کشتن دادن، هنوز که هنوز میلیون ها نفر در حال حاضر بی خانمان هستن. بگذاریم از بیروت که به هر حال با 3,000 تن نیتراد آمونیاک چگونه به هر حال منفجر شد. روی هم رفته اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، چگونه یک امت القرا، ولایت فقیه، هر چی نامش رو بخوایم بگذاریم، اوکی میتونه مصوری باشه بر کشورهای شیعه و هلال شیعه به قول عبدالله دوم، ولی چگونه میتونه بیاد بگه که بله من هستم، همونا که رستم بود پهلوان، که من شما باید زیر سیطره ولایت فقیه باشیم، برای که ما موفق شدیم جمهوری اسلامی رو ایجاد کنیم که شما هنوز حتی اخوان المسلمین موفق نشدید این کار رو انجام بدید. به نظر شما به چه گونه این مسئله رو ما میتونیم برداشتی از اون داشته باشیم؟ اینمش کرد.